وزیر ملک یونان شروع به تعریف داستان شاهزاده‌ای کرد که علاقه خیلی زیادی به شکار داشت. روزی او و وزیر پدرش که از رفتارهای شاهزاده خسته شده بود به شکار رفتند. وقتی آهوی زیبایی را دیدند، وزیر از شاهزاده خواست به دنبال آهو برود، در حالی که خودش با لبخندی شیطانی عقب ماند. شاهزاده شروع به تاختن به دنبال آهو کرد، به طوری که هیچ چیزی به جز طعمه را نمی‌دید. مقداری که در جنگل پیشروی کرد، آهو را گم کرد و متوجه شد که خودش هم گم شده. در آن لحظه ناگهان چشمش به دختری جوان افتاد که در گوشه‌ای از جنگل نشسته بود و اشک می‌ریخت. شاهزاده بعد از اینکه فهمید دختر جوان هم مثل او گم شده، دلش برای او سوخت و تصمیم گرفت او را هم به همراه خود ببرد. پس از مدتی که بر پشت اسب سفر کردند، دختر از شاهزاده خواست تا لحظه‌ای بایستد. وقتی پاهای دختر به زمین خورد، چهره‌اش ناگهان زشت شد و تبدیل به یک دیو شد. شاهزاده متوجه شد که قربانی حقه وزیر شده و از خدا خواست تا جان او را نجات دهد. ناگهان دیو از او روی برگرداند و به سمت دیگری رفت و آرزوی او هم برآورده شد. وقتی وزیر حسود ملک یونان این داستان را تعریف کرد، از شاه خواست که از این داستان عبرت بگیرد و تأکید کرد که حکیم رویان میتواند در یک چشم به هم زدن با حقه ساده به شاه آسیب بزند، همانطور که به سادگی هم بیماری او را درمان کرد. نقشه وزیر موفقیت آمیز بود و حرفهای زهرآلودش در شاه اثر کرد. او بلافاصله دستور داد حکیم رویان دستگیر شود، در حالی که کاملا متقاعد شده بود که او جاسوسی برای دشمن است و مأموریت دارد که اعتماد شاه را جلب کند تا در اولین فرصت او را نابود کند. شاه حکیم را به دربار فراخواند و گفت که قرار است در همین روز به جرم جاسوسی اعدام شود. حکیم که متوجه شد شاه کاملا جدی است، به او التماس کرد تا یک فرصت نهایی به او بدهد تا به خانه برگردد و کتابی به خدمت شاه بیاورد. اگر شاه واقعا باور داشت که او جاسوس دشمن است، پس با خواندن این کتاب حقیقت ها بر او آشکار می شود. شاه با این درخواست موافقت کرد. حکیم رفت و با کتابی قطور به دربار شاه برگشت. بعد شاه خواست تا چند صفحه از آن را بخواند. شاه صفحات کتاب را نگاه کرد و متوجه شد که صفحات خالی هست. در حالی که خشم داشت او را فرا می گرفت، ناگهان مرگ به سراغ او آمد. حکیم صفحات کتاب را به زهر آغشته کرده بود. در دنیای ماهیگیر، ماهیگیر این داستان را برای قوم تعریف کرد و توضیح داد که اگر او به دنبال کشتن ماهیگیر نبود، همکنون مجبور نبود در خمره‌ای زندانی شود و به دریا انداخته شود. قول برای بار آخر از ماهیگیر خواهش کرد تا او را آزاد کند. اما اینکه آیا آزاد شد یا نه، داستانی است که باید روزی دیگر تعریف شود.